نگاه کن داداش. ببین خالص کدومه اینجا الان خالص زیاره هر کنشون بیاره این خالص زیاره وسطی هست وسطی هست اینه بگه میگه حالا بخونی خوندم خوندش خوندی؟ آره کور خوندی کلا به تو فده که تونستی دوست ما رو پیدا کنی از زیارتت خیلی خوشحالم زیارت قبول خب بهتر با ازم مرخصشم چون برای بچه ها منتظرم قربان من گوش کن آقای کیوان من منظورتو از این کارا نمیفهمم ولی واسه عرض کنم که از من هیچ کمک ساخته نیست خودتو که علتشو میدونی این درست نیست که دوتا دوست بعد از مدت‌ها دوری که به هم برسن اینجوری با هم گپ بزنن بهتره یک گلوی تازه کنی نمیخواد قیافه یه دوست مهربونو به خودت بگیری حرف من همونیه که گفتم کاری از من ساخته نیست برات متاسفم با یه زندون رفتن خیلی عوض شدی انگار ترس گرفتته موضوع ترس نیست خودت بهتر میدونی که من توبه کردم و دیگه نمیخوام دزدی کنم جدی؟ پس این تصمیمو گرفتی ها؟ بله البته اگه رفقا بذارن مهم همینه اگه رفقا بذارن ها بچه ها موضوع رو برای دوستمون روشن کنین البته با یه کمی مهربونی اطاعت الان عرض میکنم راستش موضوع اینه که یه مختصر پولی هست تو صندوق یه شرکت که منتظر ماست عرضم به حضور سرکار اون پولا در حدود 2,000,000 تومانه مگه مثل آدم نمیتونی حرف بزنی؟ میدونی آخ پسر این پولا توی یه گاف صندوقه که فقط تو باز درشو باز کنی حالیته؟ آره حالیم ها
باید ببخشینا. آخه اون گاف صندوق چشم براه ماست، باید از چشم برایی درش بیاری، فهمیدی؟ بله فهمیدم. راستش برای برداشتن اون پولا یک گیری تو کاره که فقط به دست سرکار باز میشه. خالصه واسه اون پولای بیچاره را از زندون آزاد کنیم، منظورم رو که میفهمی. نه بابا، آدم که با کتک چیزی حالیش نمیشه. بس هنوز نفهمیدی یاره، الان حالیت میکنم. سب کن، حدس میزنم اون همه چیزو فهمیده باشه. گوش کن حبیب، همونطور که شنیدی 2,000,000 تومان پول نقد در انتظار ماست که فقط کافیه دست دراز کنیم و برش داریم. خب اگه به این راحتیه چرا خودتون ورش نمیدارین؟ از سوالت خوشم اومد، باید بگم برای تو راحته نه برای ما، چون همونطور که بهت گفتن پول توی صندوق آهنیه که فقط از عهده تو برمیاد. یه مرتبه گفتم که توبه کردم و نمیخوام دزدی کنم. که اینطور؟ خب بچه ها معتقدم که توبهشو بشکنید. چی شما؟ توبم شکست، بدجوریم شکست. آفرین، حالا شدی پسر خوب. اینم بدون که پول خوبی سهمت میشه. من سهم نمیخوام، فقط بگین جاش کجاست. باید تا فردا شب ثبت کنی، البته همینجا. ببرینش و مواظبش باشید. یلا بلند شو. فرار داشته باشی باید به مادرت بگی یه فاتحه برات بخونه، فهمیدی؟ بهتره دست از لجاجت برداری. فردا شب بعد از اینکه سهمتو گرفتی میتونی با اون پولا یه مدتی رو خوش بگذرونی. شیرفهم شد؟ یه خنده ما رو مهمون نمی کنی؟ بسیار جاش تکون نخوره.
خوب به دام افتادی آقای کیوان. البته باید از حبیب ممنون باشیم که بهمون اطلاع داد. خواهش میکنم، این وظیفه ما. فرار کرد. ولی بقیه رو دستگیر کردیم. از شما هم ممنونیم. فقط باید برای هدای پاره توضیحات به کلانتری بیان. اون وقت دیگه آزادی، کاری باید نداریم. بریم حبیب، بریم. حبیب! خائن پاس پدرات. حق با توه، من نباید این کارو میکردم، ولی تقصیر خودته، من که گفتم توبه کردم. خیال میکنه اینجا تگزاسه. خوب شد هنوز کله پاچه نگرفته بودیم. برکت خدا رو ببین. شما از این آقا شکایت دارید؟ بله، یعنی نخه، دنبال یکی دیگه بود. من نه سر پیازم نه تای پیاز، مردی که از اون موی سفیدش خجالت نمیکشه. آخ جان، عجب کله پاچه ای بود شدم و کله اومدی احمد آقا؟ بله اومدم. پس کله پاچه رو بذار رو چراغ، یخ نکنه. منم الان چای رو درست میکنم میارم اتاق شما. فعلا که عوض کله پاچه مهمون ناخونده داری. ایدا، زخمی هم که شده، چه خونی ازش رفته، نمورد باشی. قلبش کجاست؟ نه الحمدلله. حالا چجوری ببرم تو اتاق؟ اصلا مگه مجبور بودی تیر بخوری؟ عوض تیر میخواستی کله پاچه بخوری؟ یا ستاره خانم. سلام. سلام، پاش بو میده. مهمون داریم، پاش زخم خورده، میخوام چلو خون ریزشو بگیرم. آره من خودم این کارو میکنم. ببینم رفیقته؟ نه بابا، من از این گیرخور ندارم. پس چرا آوردیش اینجا؟ خودش اومده، شنیده که ما آدمای خوبی هستیم، به ما پناه آورده. وای، برامون درد سر درست نشه. درد سر؟ آره درد سر. بابا خیال نمی کنم. برو یک کاسه آب گرم بردار بیار. بدو بدو. میگم که تا تو زخمشو ببندی من به کلانتری اطلاع بدم که واسمون درد سر نشه. اگه گلوله تو پاش مونده باشه باز برسونیمش مریض خونه. نه زخمش سطحیه، تو برو به کلانتری خبر بده. مثل که داره به هوش میاد. برای کل قضیه بود. خیلی ممنون، متاسفم نمیدونستم میاد سراغت. تو خونه منتظرم بود، میخواست کلکم رو بکنه. ولی دیگه خیالت راحت بشه، فکر کنم 3-4 سال اون تو بمونه. در هر حال از شما ها متشکرم که بهش کمک کردی. خوش. اون میخواد تو این اجتماع آدم خوبی بشه. خدا خونه، خدا خونه. حتما، این بستگی به تصمیم خود آدم داره. خب دیگه خدافظ. به سلامت. اگه یه کاری داشتی به هم خبر بده. چش. خدافظ. به سلامت. خوش اومدی بون. قربون شما. پس جنابالی قبلا با اونا کار میکردی؟ آره اما دیگه نمیخواستم بکنم، قسم خورده بودم. به همین دلیلم وقتی مجبورم کردن خودم به مامورین خبر دادم. ایوا چی شد؟
خیلی درد میکنه؟ آره ببینم، نکنه خدای نکرده چه کرده باشه. بهتره من برم دکتر بیارم. آه دکتر لازم نیست، از اون گذشته. دیگه باید زحمت رو کم کنم، خیلی مزاحم شدم. این حرفا چیه؟ چه زحمتی؟ ستاره راست میگه، برای ما چه زحمتیه؟ میتونی تا وقتی که پات خوب بشه همینجا بمونی. ولی اصلا حرفش هم نزن، شما تو این خونه باشی یا نباشی بر ما فرقی نمیکنه. بله ببین، ما فقط دو نفریم، یعنی بنده همسایم، ستاره خانم هم صابخونه است. خیالم نمی کنم اگه یه مهمون داشته باشم کرکونه رو زیاد کنه. این حرفا چیه میزنی احمد آقا؟ ما که دیگه حساب همسایه و صابخونگی نداریم که. خیلی هم ممنون. اختیار دارین احمد آقا. راستی اینم بگم، ستاره خیاطی میکنه و زندگی خودشو میچرخونه، البته تا وقتی که شوهر نکرده، چون به عقیده من دختری که شوهر کرد فقط باز کتبارو باشه و بچه ها رو تلخش کنه. عقیده تو چیه داداش؟ درسته همینطور. ها باری کلا بفرما، از همینجا فهمیدم که تو هم یه من. حالا چه وقت این حرف هست احمد آقا؟ همیشه وقت این حرف هست. ما حرف دیگه هم که داری گوش بدین. ها من از هر دوی شما ها ممنونم. خب ولی با تمام اینا نمیخوام باعث زحمت شما ها بشم. خب بهتره اجازه. ای بابا نمیخواد تعارفتی که پاره کنی، هستی تا پات خوب بشه فکرم نمیکنم چند روزی بیشتر طول بکشه. منم روزا میرم دوباره کارم. آهای قفل و کلید، کلید و درم، کلید و گفتم داغ داری. این شغل منه. ستارم روزا کار میکنه، شبام دوره هم جمع میشیم و هرچی روزا دروردیم میذاریم وسط و با هم معاملش میکنیم دیگه. بله اما آخر شما هم چقدر دیگه سخت میگیرین، قبول کنین دیگه. بله ده پاشو احمد آقا، پاشو مگه نمیخوای بری سر کارت؟ پاشو ای داده بر من، چرا خیلی هم دیرم شده؟ ببخش با اجازه. الان مردم همه صف بستن، کجا معلوم نیست. بی اجا تکون نمیخوری ها، فهمیدی؟ فعلا خداحافظ. ستاره خانم معذرت میخوام ها، گاگایی یه سری بهش بزن، ممکنه مهمونه و یه وقتی چیز بیزی لازم داشته باشه. همین کارم میکنم. زنده باشی، خداحافظ. خدا نگهدار. خداحافظ. آی کلیده گود. الان که چیزی لازم نداری؟ چرا؟ راستش پام خیلی میسوزه، مثل اینکه پارچه رو سیخ بستی. خیلی خوب، همین الان بازش میکنم. شاگرد ما رو نگاه کن، میخواه باها کنه. ما نتونستی باش. ای
خدایا شکر. با من که کاری نداری، خداحافظ. کجا؟ روز اول دکونداری میخوای بزنی به چا؟ گوش کن حبیب جون، من با خودم عهد کردم هر وقت صاحب دکون شدم یه کاری هم واسه خودم بکنم. حالا دارم میرم دنبال همون کار. نفهمیدم این چه کاری که ما نواست بفهمیم. میفهمی، همین امشب قربونت برم. خداحافظ شما. خداحافظ. سلام. بابا سلام از بنده است. ببینم این مال مغازه یه که خریدی؟ نه. پس مال چی؟ نه بابا، الان برات میگم. اینا رو بگی بذار اونجا. میخواستم اول یه چیزی ازت بپرسم. تو تا حالا کسی رو دوست داشتی؟ منظور چی؟ منظورم؟ خب معلومه دیگه، منظورم اینه که منظورم اینه که تا حالا از کسی خوشت نیومده، تا حالا دلت نخواسته با یکی عروس. چه نمیگی برای چی این سوالو میکنی؟ والا آخه یه نفر هست که تو رو خیلی دوست داره، تنها آرزوشم اینه که باهات عروسی کنه. میخواستم ببینم نظر تو چیه. خب هر دختری دلش میخواد با مرد دلخواهش عروسی کنه. پس جنابالی موافقی؟ البته، یعنی من میدونستم اون یه نفر بالاخره ازم خواستگاری میکنه، مخصوصا بعد از اون. خدایا شکرت، ازت ممنونم. از تو هم ممنونم احمد جون، خیلی. من باید از تو ممنون باشم؟ من باید جونم رو فدات کنم؟ تو نمیدونی من چقدر منتظر یه همچین روزی بودم. میدونستم بالاخره یه روزی با هم عروسی میکنیم و خوشبخت میشیم. چی گفتی؟ منو تو با هم عروسی کنیم؟ معلومه. پس تا حالا خیال میکردی راجع به کی باید صحبت میکردم؟ چی شده ستاره؟ تو نمیخواد با من عروسی کنی؟ نه احمد. چرا؟ چراشو نپرس، خواهش میکنم علتشو نپرس. آخه من باید علتشو بدونم. شاید من عیبی دارم. نه تو هیچ عیبی نداری، تو رو خدا ازم سوال نکن. ببین ستاره، اگه میخوای با هم عروسی نکنی عیبی نداره، ولی اقلن بگو چرا، وگرنه من از اینجا میرم و دیگه هم بر نمیکرم. خیلی خوب، من اون دختری که تو خیال کردی نیستم. من یه دختر پاک و دست نخورده نیستم. من آلودش کی کار کرد؟ حبیب؟ نامک نشناس پاس بترات میکشمش. نه، صبر کن. چی کار میخوای بکنی؟ من خودم خواستم، اونو دوستش دارم، اون هیچ گناهی نداره.
منو قیافش رو نگاه کن. چی شده احمد؟ چرا اینطوری منو نگاه میکنی؟ نگاه کنم چی شده آخه؟ چرا هم چی میکنی؟ چرا با اون این کار کردی؟ چرا؟ کدوم کار با کی؟ با ستاره. فقط نامردا وقتی تو خونه مردم میرن یه همچی معامله میکنن. و تو فهمیدی؟ آره. چرا این کار کردی؟ خب پیش اومد، یعنی خودش هم میخواست، تقصیر من تنها نبود. آره این که اون تو رو دوست داره. خب منم از اون خوشم میاد، اگر این اتفاق نمیافتاد. خیلی خوب دهه. حالا میخوای چیکار کنی؟ هیچی، دو نفر اصلا خوششون اومده لذت هم بردن، دیگه چیکار میخوای بکنم؟ این نامردیه، تو باید تکلیف اون دختر معلوم کنی. کدوم تکلیف؟ تو باید باهاش عروسی کنی. چی داری میگی؟ شب تا میگم مجبورت میکنم باهاش عروسی کنی. تا من دلم نخواد هیچ خلطی نمیتونی بکنی. به فلای علی اگه باهاش عروسی نکنی سر تو میزنم رو سینه. آخه چطوری باهاش عروسی کنم؟ من که تو هفت آسمون یه ستاره هم ندارم. پیدا میکنی؟ خدا هم بهت کمک میکنه، هرچی هم کم و کس داشتی من برات فراهم میکنم. ببخشین آقا، ممکنه یک کمکی به من بکنی؟ اگه از دستم بر بیاد. روشن داره اتومبیل منو میدزدی، خجالت نمیکشی؟ آخه اینم شد کار، برو یه لقمه نون حلال پیدا کن، از دزدی که کسی به جایی نمیرسه. ولی خانم. ولی خانم چی؟ الان 10 دقیقه است که اون طرف خیابون مواظب تو ام، میخواستم وقتی در اتومبیلو باز کردی بدم دست پلیس. چی داری میگی خانم؟ یه آقای صاحب این ماشینه، همین الانم همین جا بود، او کلید ماشینم گم شده، اما خواست که در ماشینو واسش وا کنم. کی گفته کلید ماشین من گم شده؟ ایناهاش، این کلید در مسراد خریدش هم تو داشبورده، میتونی نگاش کنی؟ بابا ای والا، میبینی داره روز روشن دزدی میکنه. دو قرتونی میشم باقیه. را بیا بریم کلانتری، اونجا همه چی معلومه. ولی شما دارین اشتباه میکنی، من نمیخواستم ماشین بدزدن. اگه سابقه نداشته باشی تو کلانتری همه چی معلوم میشه. بفرمایید. آخه سرکو چی شده ای بابا؟ اختلافی پیش اومده؟ والا خانم میگه من میخواستم ماشینشو بدزدم. با اختیار این خانم ای بابا کاسب این معله، این حرفا کدومه؟ ولی من خودم دیدم که ایشون داشت در ماشینو باز میکرد. البته ممکنه یه نفر دیگه میخواسته ماشینو بدزده، مخصوصا که حالا غیبش زده. حتما هم همینطوره. والا ای بابا و دوزی بالاخره بدون اجازه صاحبش در ماشینو باز کرده، همین جرمه. من که گفتم یه آقای دستور داد وا کنم، خیلی سر پوزش عالی بود. راست میگه سرکار، منم اون مردو دیدم، حالا یادم افتاد، قد بلندی داشت، لباسش هم روشن بود، کاملا درسته. به هر حال من از ایشون شکایتی ندارم، حاضرم خودم بیام کلانتری این مطلبو بگم. احتیاجی نیست خانم، همینقدر که شما شکایتی نداشته باشی کافیه، مخصوصا که اهل معلم آقا رو میشناسن. بابا اصلا به حیر آقا این وصله ها نمیچسته. بله اصلا به قیافش این حرفا نمیاد. ببینید چجوری با یه اشتباه مردم تو اچل میافتن. خیلی خب آقا جان، بفرمایید بفرمایید، همه چی تموم شد. بفرمایید، خواهش میکنم. با اجازه خانم. خواهش میکنم. دیگه فرمایشی نیست ای بابا. نه قربون تو، خیلی ممنون. اگه باعث ناراحتی شما شدم ازتون معذرت میخوام، باید ببخشید. بعد از این همه آبروریزی؟ خب من که تقصیری نداشتم، اشتباه شد، معذرتم خواستم. چه فایده داره خانم؟ به هر حال من که جبران کردم. خیلی خب ممنونم. فقط ممنون. ده؟ پس چی کار باس بکنم؟ باید تشریف بیارین منزل من، هم میخوام از دلتون در بیارم، هم شما برام یه کاری انجام بدی. مثلا چه کاری؟ هیچی، قفل بوفه هم خراب شده، میخوام برام بازش کنی، میای؟ والا نمیدونم چی بگم،
یعنی دعوت یه خانم رد میکنی؟ والا دیگه ناز نکن، بیا، اینم آدرسم، فردا صبح منتظرتم. خداحافظ. همین آی کی بود؟ آشتری بس که زن بود نه؟ آره. خب چیزی بودا؟ ای بابا ما که عیالواریم، این مشتری ها چرا به طور من نمیخوره؟ بیا تو. چرا واسدی؟ بیا تو. ممکنه بگین اون بوفه که قفلش خرابه کجاست؟ بله اونجاست. من هر روز صبح تا نرمش نکنم نمیتونم صبحونه بخورم. اتفاقا کار خوبیه، بوفه اونجاست. برای درست کردنش به بنبست برخوردی؟ همینطوره. چرا؟ برای اینکه چشم اندازم یه خورده ناجوره. خب میتونی پشتتو به من بکنی. بله اینم راه حل خوبیه. بازش کردم. آه عالی شد. هیچ میدونی این قفلو خیلی ها نتونستم باز کنن؟ خب دیگه ما اینیم. واقعا دستای شما معجزه میکنه. آه چه خوب، خوب شد به ارزش خودم پی بردم. دیگه قرار نشد مسخرم کنی، من معمولا از کار خوب تعریف میکنم. آه راستی داشت یادم میرفت، تا شما کلیدشو درست میکنین من برم حق و زحمتونو بیارم. آخ آخ پا آی آخ پا آم آخ پام، آره بی زحمت منو ببرین تو اتاق خوابم. چشم آخ ممکنه یک کمی پامو ماساژ بدیم؟ بله بله هست. نه حرفشم بزن، آدم از خانمی مثل شما که پول نمیگیره. پس چی میگیره؟ بالاخره یه وقت با هم حساب میکنیم. من الان بهت میگم که فردا شب چطوره؟ فردا شب؟ آره آخه من شبا تو کاباره شقایق برنامه اجرا میکنم، اگه دعوتمو قبول میکنی فردا شب بیا اونجا. مگه میشه دعوت یه خانمو قبول نکرد؟ اونم خانم زیبایی مثل شما جان. یواش یواش، عجله کار شیطونه، فردا شب خیلی فرصت داری. خب پس با اجازه تا فردا شب منتظرتم. موسیقی
چه خوب نگات کنم، نگات روی چشات کنم، یه دل دارم دلم میخواد بیایی و فدات کنم، بیایی و فدات کنم. تو گوشم صدای تو، صدای آشنای تو، زندگی رو اگر میخوام، میخوام فقط برای تو، میخوام فقط برای تو. تو عزیزترین عزیزی، چرا چرا از من میگریزی؟ تو عزیزترین عزیزی، چرا چرا از من میگریزی؟ عزیزترین عزیزی، چرا چرا از من می‌گریزی؟ تو عزیزترین عزیزی، چرا چرا از من می‌گریزی؟ عزیزترین عزیزی، چرا چرا از من می‌گریزی؟ سلام. سلام، بفرمایید. خیلی ممنون که اومدی. مگه فکر میکردی نیام؟ نه، وقتی افسانه کسی رو دعوت میکنه مطمئنه که اون میاد. معلوم میشه خیلی از خودت متشکرم. آره، واسه همینه که روزی دو سه مرتبه خودم رو تو آینه نگاه میکنم. گارسون. بله خانم. امشب مهمون دارم، میخوام ازشون به نحو احسن پذیرایی کنم. چشم خانم. میخوریم به سلامتی امشب. میشه جان. ساعت چنده احمدو؟ ساعت مشتم جیب بندش خراب شد. 20 دقیقه بر نصف شبه، چه اینقدر ساعت میپرسیم؟ اگه میخواست بیاد تا حالا اومده بود. ولی سابقه نداره اینقدر دیر بیاد، مخصوصا که به تو هم نگفته کجا میخواد بره. آره، به منم نگفت. در هر حال هر چه رفته باشه بالاخره پیداش میشه، ناراحت نباش بابا. بخور دیگه، بذار به دل مام بچسبه.
شبی. خدا رو شکر که اومدی. تا حالا کجا بودی؟ من داشتم از فکر و خیال دیخ میکردم. به تو مربوط نیست من کجا بودم. بارو کنار. چجور حرف زدنیه؟ مگه مست کردی حبی؟ گفتم به تو مربوط نیست. من هر کاری دلم بخواد میکنم. ولی من زن تو هم، حق دارم بفهمم کجا رفته بودی. آقا کی این حق رو به تو داده؟ اصلا به تو چه من کجا بودم؟ آه چه خبرته؟ این چه وضعیه پسر دونی برنس شب اومدی خونه تازه با سن دوام داری؟ من نمیدونم به چند نفر باید جواب پس بدم. یعنی اختیار ندارم یه شب گیر بیام خونه؟ چرا؟ ولی اقلا خبر بده که چشمرات نباشی. آه خیلی خوب، بعد از این هر جا خواستم برم میگم آقا معلم با اجازه. چطوره میگه همچی بزن؟ نه بابا کاری به کارش نداشته باش. شاید این آخرین دفعه ای باشه که این دفعه آخرت باشه که تو کار من دخالت میکنه. این مغازه مال منه. تو اگه عرضه داشتی قبل از من صاحب مغازه میشدی، نه که یه عمر دنبال اون دوچرخه قرازت بدایی. الان باید بری با همون دوچرخت کار کنی، چون من تا فردا این مغازه رو میفروشم. حق داره، چون عشق چشاشو کور کرده. من باید برم با اون زن حرف بزنم، برم التماس کنم. اگه لازم شد رو دست و پاش میفتم که شوهرمو به ام پس بده. نه تو نباید این کارو بکنی. چرا؟ باید این کارو بکنم. نباید بذارم شوهرم از دستم بره. عیبی نداره. خب کاری داشتی؟ نه فقط میخواستم بگم هیچی. شب بخیر. ایوا صبر کن ببینم. صبر کن. چی میخواستی بگی؟ چیزی نیست. خودتو ناراحت نکن. اصلا فکرشم نکن. تو رو خدا بگو راجب حبیبه؟ آره اون مغازه رو فروخت. من میخواسته بر اون زن چیزی بخواه. ببینم حالا تو چی کار میکنی؟ ای بابا من هیچی. تا حالا که در نموندیم خدای ما بزرگه، بالاخره یه طوری میشه. با اجازه. افسانه افسانه خودش باشه.
همینجاست. آره، همینجاست. آره. بریم به امید خدا ببینیم چی میشه. همینجاست. ببخشین، شما خانم افسانه هستی؟ بله، فرمایشی داری؟ ممکنه دو دقیقه مزاحمتون بشم؟ من زن حبیب هستم. بله، بفرمایین تو، خواهش میکنم. برو تو. بفرمایین، خواهش میکنم، بفرمایین. خیلی ممنون. فقط اگه ممکنه چند دقیقه به حرفای من گوش بدی. بهتره شما گوش کنین. اگه اومدین که از من بخواین حبیبو ترک کنم، باید بدونین که من به هیچ وجه تمایلی به حبیب ندارم. اون عاشق من شده. میدونم خانم، ولی به هر حال شما زن هستین، میتونین حرفای منو بفهمین. من شوهرمو دوست دارم، میخوام یه عمر باش زندگی کنم، در حالی که برای شما فرقی نمیکنه. هر مردی رو که اراده کنین میتونین به دست بیارین. تو رو خدا حبیبو به من برش گردون. مثل اینکه متوجه نشدی من به حبیب کاری ندارم. درسته، اما شما میتونین کاری کنین که اون ازتون سرد بشه. بهتون التماس میکنم، تمنا میکنم، اجازه بدین دستاتونو ماچ کنم خانم. فقط از حبیب من چشم بپوشین تو رو خدا. گوش کنین خانم، من شوهر شما رو به زور پیش خودم نگه نداشتم و مجبورش نکردم که عاشق من بشه. ولی شما لطف کنین تو رو خدا. بس دیگه. ما که نمیبینی انسان نه احساس داره، نه قلب و نه عاطفه، واسه چی اینقدرش التماس میکنی؟ گوش کنین خانم، ما خیال میکردیم وقتی میام اینجا با یه آدم روبرو میشیم، نمیدونستیم با یه سنگ طرف هستیم. من اجازه نمیدم بهم توهین کنین. لابد حبیب عاشقم شده که نمیتونه ازم دست برداره. اون چه میتونه عشق چیه؟ اگه محبت سرش میشد هیچ وقت زن پاک و نجیبش رو نمیذاشت بیاد عاشق کسی بشه که دو. بریم بیرون. خیلی خوب بیریم، اما بذار یه چیز دیگرم بگم تو روشن بشی. تو به درد اون حبیب بیخوری، اون حبیبم به درد تو. هر دوتونم باید مثل کرم انقدر تو هم بلونین تا له بشی. بریم خواهر، گریه نکن، بیا بریم. بریم از بشم گفته افسانه. آره، اون انگشترم برام خرید، الانم دستمه. مطمئن باش کفگیرش ته دیک خورده. فکر نمی کنم دیگه پول و پلهی براش باقی مونده باشه. میدونم از اون جهت کاملا خیالت راحت باشه. تا چند روز دیگه خبرشو بهت میدم. باشه، خداحافظ. راجع به حبیب حرف میزدی؟ آره. لابد پولش ته کشیده که میخوای ولش کنی. آره؟ پولش که ته کشیده، ولی ولش نمیکنم. ولی این برخلاف عادت همیشگی توه. درسته، ولی حبیب میتونه پولدار بشه، فقط من باید راهشو نشونش بدم. قهوتون حاضره. گوش کن زری، حواستو خوب جمع کن. همونطور که بهت گفتم، هر وقت حبیب اومد یا تلفن کرد، چه من باشم چه نباشم، میگی خانوم منزل نیست. فهمیدی؟ بله خانوم. از چند روز پیش که این دستور رو فرمودین، ما کلی به حبیب آقا دروغ گفتیم. خودتون که تشریف داشتین، اقلن 100 دفعه تلفن کردین. حلال زاده بود، بازم تلفن. الو؟ الو؟ احمق جون، تلفن نیست، زنگ دره. برو ببین، شاید حبیب باشه. سلام زری، خانم هستم؟ نه، متاسفانه تشریف ندارم. کجاست؟ هرچی هم که تلفن میکنم میگی نیست. نکنه خدایی نکرده. نه حبیب آقا، هیچ طوری نشده. ممکنه یه گرفتاریایی داشته باشن که باعث شده شما نتونین ایشونو ببینی. آخه چه گرفتاری؟ نمیدونم. خیلی خوب، بیا این گلارو بذار تو گلدون، بگو حبیب آورده. خیلی ببخشید، من دارم میرم بیرون. خانم که تشریف ندارم، گلا خراب میشه، حیفه. خوش اومدید. از این طرفا تشریف بیارین. ها
ول نمیکنی؟ فعلا نه. نکنه کفگیر به تای دیگت خورده. خب پول نداری مگه مجبوری به اینجا؟ خفه شو. ببخشین آقا. قصر بفرما. مرسی کار دارم. یه گیلاس بریز ببینم جونی. ای بچه‌ها. بفرما خانم. می‌خورم به سلامتی شما. نوشه جون. تو چی فکر می‌کنی؟ خیال می‌کنی من با این چندرغازا میتونم زندگی کنم؟ دور و برتو ببین، زندگی منو نگاه کن. بهتر عاقلانه فکر کنی. دوستی من و تو با این وضع نمیتونه دوام داشته باشه. تو دیگه نمیتونی چرخ زندگی منو بچرخونی. تو اشتباه میکنی. اگه محبت باشه با هر وضعی آدم میتونه بسازه. نه عزیز دلم، من از اونایی نیستم که با شکم خالی روی حسیر زندگی کنم و بگم دوست دارم. نه، به عقیده من نداری دشمن عشقه. یعنی وقتی آدم یه مدتی حسرت همه چیز به دلش بمونه، کم کم از عشق و عاشقی عقش میگیره، میخواد کله معشوقشو بکنه که چرا نمیتونه آرزوهاشو برآورده کنه. امیدوارم که منظورمو بفهمی. آره میفهمم، ولی دلم میخواست تو هم بفهمی که عشق فقط مال پول دارن نیست. مگه اونایی که فقیرن یا زندگی متوسطی دارن حق ندارن عاشق بشن؟ چرا؟ اما با همترازای خودشون یا اقلن فکراشون به هم نزدیک باشه. بازم بهت میگم، من دوست ندارم کسی با جیب خالی عاشقم بشه. من نمیذارم تو ناراحتی بکشی. اگه شده زمین و زمان رو به هم بدوزم، وسایل آسایش تو فراهم میکنم. آخه چجوری؟ به هر وسیله‌ای که شده، هر کاری که از دستم بر بیاد میکنم تا تو راحت زندگی کنی. راست میگی؟ معلومه که راست میگم. یعنی تو اینقدر منو دوست داری که به خاطر من حاضری هر کاری بکنی؟ البته. ببینیم و تعریف کنیم. بیا بیرون، چون حبیب میخواد عشقشو به من ثابت کنه. همدیگر رو که میشناسیم. بله، کاملا. اینطور نیست دوست عزیز؟ باید گذشته رو فراموش کنی. آدم تو زندگیش جایز الخطاست. موافقم، هرچند به خاطر شیرین کاری ایشون نزدیک بود کشته بشم و بالاخره یه مدتی زندانی کشیدم، ولی من بازم به طرفش دست دوستی دراز میکنم. اول باید برخورد امشبتون رو جشن بگیریم. الان براتون مشروب میارم. گوش کن آقای کیوان. نه تو گوش کن. من به خاطر نارایی که بهم زدی خیلی ضرر کشیدم. الانم میتونم تو رو بکشم، ولی این کار رو نمیکنم، چون میدونم ما دو نفر خیلی خوب میتونیم با هم کنار بیاییم. مگه نه؟ تو اشتباه میکنی. تو اشتباه میکنی. احمق نشو پسر، ما هر دومون به پول احتیاج داریم. تو باید در این مدت اینو فهمیده باشی. پول حلال مشکلاته. آدمی که پول نداره هیچی نداره. همه بهش پاش میکنن، جواب سلامشو نمیدن، مثل سگ هار ازش فرار میکنن. گوش کن حبیب، با نقشه‌ای که من دارم به راحتی میتونیم پول دار بشیم. اون وقت هر چی بخوای میتونی به دست بیاری. هر اراده‌ای که بکنی فوراً برات فراهم میشه. زندگی خوب، معشوقه مهربون، بهترین کیفای دنیا، دیگه چی میخوای؟ ببین حبیب، حیف استعدادتو عاطل و باطل بمونه. انگشتای تو معجزه میکنه. وقتی دستای تو و مغز من با هم کار کنن، میدونی نتیجه چی میشه؟ خوشبختی ما دو نفر. البته سه نفر، منو فراموش کردی. بفرمایین، اینم مشروب. از اون مشروبیه که تو دوست داری. بخور به سلامتی و موفقیت. ولی اون هنوز قبول نکرده. چرا قبول میکنه؟ به من نگاه کن، به خاطر من. باشه، قبول میکنم. قربونت برم که اینقدر خوبی. دیدی گفتم به خاطر من هر کاری رو قبول میکنه؟ حالا میخوریم به سلامتی موفقیتمون. به سلامتی. خب، من باید چیکار کنم؟ الان برات میگم. خانمی هست که صاحب یک سری جواهرات بی نظیره که تقریبا 10-15 میلیون قیمت اوناست. این خانم محسن که مثل پیرهن شوهر عوض میکنه، از روی جواهرات اصلی که همیشه تو صندوق خونش ازش نگهداری میکنه، داده اینن بدلشو ساختن و هر جا میره از بدلی ها استفاده میکنه. البته این موضوع رو کمتر کسی میدونه. حالا اون جواهرات اصل منظور ماست. چطوری؟ اونا معمولا دوره دارن. یکی از شبایی که اونا مهمون دارن، تو راحت وارد اونجا میشی و خیلی بی سر و صدا گاف صندوقو خالی میکنی. شبشو بهت اطلاع میدم. آخه منم بعضی وقتا تو اون دوره ها شرکت میکنم.
ببینم چرا از جواهرات بدلی استفاده میکنه؟ پس اصلی ها رو برای چی میخواد؟ برای راه گم کردن سارقین. خب من دیگه باید برم. بیا فعلا این پولو داشته باش تا بعد. از دوستمون خوب پذیرایی کن. خوش باشی. بریم. خوش اومدین آقای کیوان. گوش کن افسانه، این حماقت بزرگه که من با این کار جون خودمو به خطر بندازم، بعدم نصف مالمو بدم به این مردک. پس چی کار میخوای بکنی؟ غیر از این چاره ای نداری؟ چرا؟ حبیب! حبیب باشو! حبیب! چیه؟ گفتم چیه؟ 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 Thank you.
لاغر شدم؟ آره خیلیم لاغر شدم. آخه چند وقتی تو رژیمم؟ موش بخورتت بیا الان یه دوش میگیرم و میخورم منم لباس خواب آقا هر کاری که میخوای بکن موفق شدی؟ خفه شد باشتم یارون زاده آقای کیفم چی شده؟ گفتم چی شده؟ حرف بزن! حبیب جواهرات وردست رفت. پس تو چی کاره بودی؟ بیارزه! اون با کیف زد تو صورت منو فرار کرد. که اینطور عد نداره، هر جا بره نمیتونن چنگ من فرار بکنه. بالاخره گیرش میارم. بریم. کجا میخوایی بریم؟ میرم پیداش کنم. اگه تو شکم ماهی هم بره گیرش میارم. این دفعه دومه که به هم کلک میزنه. افسانه حبیب بالاخره موفق شدیم. قربونت برم، ما خوشبخت شدیم. حالا دیگه میتونیم هر جا که دلمون بخواد زندگی کنیم. خیلی خودت رو سرنگ میدونستی. با این جواهرات کجا میخواستیم برین؟ واقعا حیف شد که نقشتون نگرفت. گوش کن کیوان، دهنتو ببن هرزگه هفرنگ. تو واقعا خیال میکردی این زن بهت وفادار میمونه؟ چه اشتباهی. ولی به هر حال تصمیم گرفته بودین که با هم باشین. خیلی خوب، حرفی نیست. خودم هر دوتون رو میفرستم یه جا. صبر کن کیوان، من هنوزم تو رو دوست دارم. میدونم، منم میخوام اون قلبی رو که به خاطر من میتپه متلاشی کنم. زن کن، برای همیو بیرم که کن کشم
کن یا امبولانس بیاد. گرگه نکن ستاره، من نمیتونم عشقای تو رو ببینم. این سر بلشت ما بودی، هرچی خدا بخواد همون میشه. آخه چرا؟ چرا باید زندگی ما اینطور از هم پاشیده بشه؟ چرا باید حبیب قسمت من بشه که به این روز بیفتم؟ بازم باید خدا رو شکر کرد، شاید مصلحت این بوده. ببینم از حبیب خبری نداری؟ نه، نمیخوامم خبری داشته باشم. اون به فکر عیاشی خودشه. اونم بالاخره سر میخوره، بالاخره یه روزی میفهمه چه اشتباهی کرده. تکلیف تو کی معلوم میشه؟ من چی کار باید بکنم تا تو از اینجا آزاد بشم؟ شاکی باید رضایت بده، اونم که فکر نمیکنم حالا از بیمارستان بیاد بیرون. راه دیگه ای نداره؟ چرا؟ واسم قرار صادر کردم، اگه قبال مواره بود تا روز دادگاه آزادم میکرد. پس من برم قباله رو جور کنم. خداحافظ ستاره. واسه خودت باش. جدی میگی؟ خدایا خودت کمک کن، کمک کنیم برسونیمش بیمارستان. متاسفانه فعلا نمیتونیم باش حرف بزنیم، اون قادر به بازجویی نیست. به نظر شما که میتونه حرف بزنه؟ حالا همانطور که عرض کردم گلوله به ستون فقراتش اصابت کرده، عملش هم خیلی مشکله، ولی در هر حال 3-4 روز بعد از عمل میتونیم باهاش حرف بزنیم. بسیار خوب، مانعی نداره، ولی سعی کنید که اون بتونه حرف بزنه، چون در محکوم کردن کیوان خیلی میتونه بهمون کمک کنه. باشه، سعی خودم رو میکنم. متشکرم دکتر. خواهش میکنم. چیزی میبینی؟ روشنایی رو احساس میکنی؟ نه، من کور شدم، من کور شدم. متاسفانه هیچ کاری نمیشه کرد، در اثر اون تصادف بیناییشو از دست داده. ببین دکتر، من حاضرم تمام ثروتمو بدم که چشم این دختر خوب بشه، حتی اگه فکر میکنی در هر کدوم از کشورهای دنیا امکان معالجش هست، من فوراً میرسونمش اونجا. نه آقای نظام، متاسفانه ضایعه به قدری شدیده که نه با پول و نه در هیچ جای دنیا معالجش علاج پذیر نیست. متاسفم. خدایا خودت کمک کن، دیگه نمیدونم چی کار کنم. کاش چشم من کور شده بود و این بلا سر این دختر نمی اومد. ناراحت نباشین، لابد قسمت من این بوده. من در برابر سرنوشت خودم تسلیمم. همین گذشت و فداکاری توست که منو اینقدر رنج میده. گوش کن دخترم،
من باعث این حادثه شدم و تا روزی هم که زندم وجدانم از این پیش آمد عذاب میکشه. ولی من راضی نیستم آقای نظام. میدونم دخترم، تو خیلی خوبی. تو نه از من شکایت کردی نه خسارتی خواستی. به همین جهتم من میخوام کاری کنم که اقلن 1000 محبتای تو جبران بشه. چی کار میخوایم بکنی؟ میدونی عزیزم، با وجودی که خداوند منو از مال دنیا بی نیاز کرده، ولی بعد از مرگ پدر مادرم تا به امروز تنهای تنها بودم، هیچ کسو نداشتم. اما از امروز خدا به من عنایت کرده، یه دختر به هم عطا کرد. یه دختر؟ بله عزیزم، بعد از این تو دختر منی و وارث همه چیز من هستی. ما با هم زندگی میکنیم و هرچی تو این دنیا اراده کنی بدون معطلی برات فراهم میکنم. شما لطف دارین آقای نظام، اما خواهش میکنم قبول کن، من از حالا در اختیار تو هستم مثل یک پدر. آقای نظام، به من بگو پدر، خیلی خوشحالتر میشم. پدر، میتونم ازتون یه خواهشی بکنم؟ بگو عزیزم، بگو. میخوام احمدو از زندان آزاد کنی، همون دوستم که موضوعشو براتون گفت. چشم دخترم، نه تنها این کارو میکنم، بلکه سرپرستی یکی از کارخونه ها من بهش میدم، یعنی برای خوشحالی تو حاضرم جون من فدا کنم. احمد، فرزند نعمت الله، تو آزادی. خداحافظ. ان شاء الله شما هر چیز زودتر آزاد بشین و بر نگردی. ان شاء الله. خداحافظ. تاکسی، تاکسی سر میبره. آخه سلام عرض کردم قربان. با شما هم قربان. سلام عرض کردم، شما احمد آقا هستین درسته؟ به تو چه؟ من راننده آقای نظام هستم. به من چه؟ شما همین الان از زندان آزاد شدید. به تو چه؟ آخه من ماموریت دارم. به من چه؟ آخه مربوط به شما. به تو چه؟ خواهش میکنم بفرمایین، بعدن همه چی رو میفهمین. بفرمایین، خواهش میکنم. آخه تو کی هستی؟ با من چی کار داری؟ من تا نفهمم که الکی سوار ماشینی کسی نمیشم که. شما بفرمایی، ستاره خانم همه چی رو براتون تعریف میکنه. ستاره؟ بله. پس بپا بارا چرا زودتر نگفتی؟ من که عرض کردم خدمتون. سلام عرض کردم. خیلی خوب، بزن تو دنده، بزن تو دنده، برو برو. بفرمایین قربان. اینجا کجاست؟ همونجاست دیگه. زود باش بگو ببینم ستاره این که چی کار میکنه. به خدا من بی تقصیرم، اون روز من مرخصی بودم که این اتفاق افتاد جون. کدوم اتفاقی؟ چرت و پرتا چیه میگی؟ ستاره کجاست؟ اونجاست، بفرمایین اونجاست. اونجا حالا بیا. ستاره! احمد! ستاره! اتفاقی افتاده؟ متاسفانه اون نمیتونه ببینه، باعثشم من هستم. تو اصلا کی هستی؟ منظورت چیه؟ چطور باعثش تو هستی؟ نه ناراحت نشو داداش، این خواست خدا بود. خدا هیچ وقت برای بندش بد نمیخواد آبچی. بگو ببینم چه برای سر اون آوردی؟ ده حرف بزن، میخوام بدونم واسه چی کور شده. خون سرد باش احمد، آقای نظام تقصیری نداشتی، من خودم حواسم پرت بود که با ماشین ایشون تصادف کردم. آخه کی؟ کجا؟ چرا باید این اتفاق بیفته؟ هرچی بوده دیگه گذشته. همینقدر بدون که من چشممو به خاطر حبیب از دست دادم. روزی که از ملاقات تو برمیگشتم یه نفر رو شکل حبیب دیدم، همون وقتم خدای من. بهتره دربارش حرف نزنیم، فقط بدون که در این مدت انقدر آقای نظام به من محبت کردن که نابیناییمو احساس نمی کنم. زمنان ایشون وسیله آزادی تو رو فراهم کرد. خواهش، این جریانات اتفاق نمی افتاد. هرچی سنگه به پای لنگه، کرمت و شکر. درسته، ولی نمیشه جلوی قضا و قدر رو گرفت. به هر حال ستاره خانم محبت کردن و راضی شدن که به عنوان دختر من تو این خونه زندگی کنن.
امیدوارم شما قبول کنین و پیش ما ببونین. ولی آخه با... قبول کن. مگه نمیخوای دوره هم زندگی کنیم؟ از طرفی آقای نظام تصمیم گرفتن رو سرپرست کارخونه خودشون بکنن. سرپرست کارخونه؟ بله. ما سه نفر میتونیم یه خانواده کوچکی تشکیل بدیم. آره. تو بعد از این همه کاره من هستی و من به تو افتخار میکنم. ضمناً یادت باشه صبح اول وقت بریم شرکت که کارمندامو بهت معرفی کنم. خیلی ممنون آقای نظام. منم همینطور. بفرمایید. خیلی خوشمایش بوده اختیاری بازید. بله بله این آقای خیلی خوب دو آمدیم علکی رو بودم. الو الو چرا سرتایی؟ حالا خوش زن اینجا نبود آقای ببخشی بگی پرونده بود پدر سوخته ها حبیب فرزند اصغر آزادی خب خدافظ همه گیم ایشالا شما هم زود آزاد بشین خدافظ خدافظ همه گیم سر خوبه بود ببخشید مگه ستاره و احمد خونه نیستن؟ احمد نامی که نمیشناسم. ستاره خانم هم خیلی وقتی که اینجا رو به ما فروختن و رفتن. نمیدونی کجا رفتن؟ نه بابا، مگه ما وکیل وسیع مردم هستیم آقا جان. بفرم بچم، بفرم، ممنونم. دست درد نکن. اول نارمک میخوره برو همم سر من نخوری اول نارمک میخوره ولی نفهمیدم جناب علی چه رفتین؟ عقب سوار شدین؟ چطور مگه؟ بفرما جلو میخوام چهار پنج تا سوار بکنم چطور؟ جام خوبه را بیفتینه اگه نراحتی بفرما لفتوشکم برای تو بیارم قربان چو قردم میگه برای من دید بزن میگم که اگر غلط نکرده باشم جناب علی از شهرستان تشریف آوردین چطور مگه؟ آخه با مقررات تاکسی وارد نیستی قربان تو بره چطور مگه؟ جناب علی باید جلو سوار بشین چطور مگه؟ همش میگه چطور مگه چطور مگه؟ آخه من بدبخ قربان چهار پنج تا زن بچه دارم باید دخلیم بی سبستون جور بکنم آخه همش میگه چطور مگه؟ خیلی حرف میزنی راتو برو منو برسون ته نارمک اوه اوه ته نارمک از غرب به شرق خدا انصافت ببوری انشالله ری من این همه را چجوری برم ببینم جان من بگو تو از کجا آمدی آخه خیلی دلت میخواد بدونی از زندون زندان ببینم آدم مادم کشتی نه الحمدلله جناب علی میگم که دوزی موزی کردی نه الحمدلله چاقو کشیدی نه پس چه غلطی کردی؟ چی گفتی احمق؟ هیچی قربان ببخشین غلط کردم تو رو خدا منو نکوش چهار پنج تا زن با چه دارم تا ست تو خود برم چراغ قرمز شد قربان با اجازه میخوام نگه دارم نگه دارم دی جناب علی میگم بگی بخواب دو سه ساعت بهتر نرمک تو رو بیدار بکنم چه گرفتار شدم من سبز شد بری زود باش دور بزن اون ماشین رو تعقیب کن خیلی معذرت میخوام قربان بندی این کاری نیست گفتم تعقیبش کن چشم قربان چشم آخه مگه من یلا زود باش اهم میگه زود باش بندی این سابا من جبو کنم زود باش برو بگوشم رهدت کنم تو
همینجا باش تا من چشم 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 بینیشین بی پدر مادر لوختی همینجا وایسا پدر دکه در نیاوردم رودی بی صاحب شده دندقه بم گم شد بله داداش از قدیم گفتم یه جو شانس از صد تا ده شیش دنگی بهتره حالا این آقا هم شانس آورده اونم چه شانسی یعنی خوش به حالش که تو این دنیا اقلن یه ستاره خانوم داره مگه تو ستاره خانومو میشناسی؟ البته که میشناسم این شانس که گفتم باعثش همون ستاره خانومه یعنی آقای نظام به خاطر ستاره خانوم این آقا رو همه کاره خودش کرده بله به خاطر ستاره؟ اوه تفصیلاتش زیاده اصلا تو اینا رو برای چی میپرسی؟ اگه پول و پله ای میخوای تیغ بزنی با دم آقای مدیر رو ببینی وگرنه این موضوع به تو چه مربوطه؟ برو بابا پیکارت برو ببینم برو چشم بومیدی. میرم اه؟ فقط یه خواهشی دارم بگو ستاره خانوم الان کجاست؟ تو خونه آقای نظام خونه آقای نظام کجاست؟ لا اله الا الله انتهای زعفرونیه شماره 25 اما بهت بگم ها بی خودی در خونه نریا اگه پول و پله ای میخوای باید از احمد آقا بگیری اون همه کار است باید هم همه کار باشه خیلی خواه باشه خداحافظ مثل اینکه در رفت بیرون بیرون علی بله قربان بیا ببینم چشم قربان بله آقا اون آقا به تو چی میگفت؟ یه مشتری وری خب باز پول تیغ بزنه خب بعد آدرس خونه آقای نظام رو گرفت خب به نظرم میخواد بره از ستاره خانم پول و پله ای بگیره ستاره؟ بله را بیافت ببینم بودو بابا من راننده هم ببین زن منو به چه راهی کشونه اما نه اما تقصیری نداره تا زن خودش نخواد هیچ کس نمیتونه اونو وادارش کنه که آلوده بشه اون حتی منو فراموش کرده ولی امروز دیگه روز آخر عمرته همین امشب کلکتو میگیره خوابای خوش ببینی من چی گفتم؟ ببخشی آدم نبود اتفاقا درست گفتی داداش من از شماها که چشم داریم بیشتر خواب میبینم همین دیشب خواب حبیب رو دیدم خواب دیدم من و اون تو صحرا خوشحال و خندون داریم دنبال هم میدویم به سر و کول هم میزنیم و با هم شوخی میکنیم چه خواب خوبی بود من فکر میکنم همین امروز فردا خودشو به همون نشون بده محال همچی کاری رو بکنه چرا؟ اون از منو تو خجالت میکشه ببین احمد من تصمیم گرفتم از فردا همه جا دنبالش بگردم شاید پیداش کنم تا
تو هم باید بهم کمک کنی. آره آره حتما. از فردا صبح میریم دنبالش. حالا بخواب تا فردا صبح. بخواب. فشا هر سگ خود فروش. نه معلومه چه غلطی میکنی؟ هر سه تایی که بعد از اون همه صدمه زدم به این دختر حالا برگشتی ننگم بهش میچسبونی. اون سر تا پاش ننگه. تو هم که خودتو به اون چسبوندی همینطور. منظورتو نمیفهمم. چی میخوای بگی؟ خودتو به کوچه علیچا بزن. همه چی برام روشن شده. تو از ذره من سوء استفاده کردی. تو اونو تو بغل اون پیرمرد انداختی که خودت به جاه و جلال برسی. خافه خون بشو پسرت. فلاج علی اگه به خاطر این دختر نبود، اگه به خاطر این دختر که انقدر روزهای دربدری رو تحمل کرده تا تو به طرفش برگردی نبود، الان با همین دستام حلقومتو از دهنت میکشیدم بیرون. دربدری؟ معنی دربدری رو فهمیدی؟ گوش کن پسر، تو در اشتباهی. تو فکر میکنی اینجا کجاست؟ زنت با اتومبیل صاحب این خونه تصادف کرده. برای اتومبیل تصادف کرده؟ با اتومبیل کی؟ با اتومبیل من. من باعث کوری اون شدم. کور؟ من ازش خواهش کردم که قبول کنه دختر من باشه. احمد آقا مثل یه برادر از اون نگهداری میکرد. احمد، من غلط کردم. غلط کردم. خوش اومدی حبیب. منو ببخش حبیب. من رسل ترین، پست ترین، بدقلب ترین آدم این دنیا هستم. ولی تو بزرگوارترین موجودی هستی که توی این دنیا وجود داری. خدایا این چه مصیبتی بود که نصیب این دختر خوشحال کردی. من بیشتر از این مستحق این مجازات بودم. گوش کن حبیب. نه تو گوش کن. تو باید منو فراموش کنی. من به درد زندگی شماها نمیخورم. زنده بودن من باعث رنج و عذاب شماها میشه. نه. من خودم از سر راه شماها کنار میکنم. نه حبیب. حبیب سفره رو بیا. حبیب صاحب کن. کجا داری میری؟ گوش کن حبیب، میخوام با حرف بزنم. من دیگه حرفی ندارم که با کسی بزنم. من میخوام بمیرم. گوش کن ببین چی میگم. جلو نیا. اگه یه قدم دیگه برداری خودمو پرت میکنم. خدای منو ببخش. میدونم تو این دنیا خیلی گناه کردم. من آدم کثیفی هستم. خدای من به عزیزترین کسانم بدترین بدی ها رو کردم. ولی تو منو ببخش. شما هم همینطور. حبیب لااقل یه دقیقه به حرف من گوش کن، بعد هر کاری خواستی بکن. از روزی که خدا بینایی منو گرفت، از روزی که این دنیا برام تاریک شد، فقط به یه امید زنده بودم. به امید اینکه تو دو مرتبه برگردی و من بتونم با چشمای تو دنیا رو ببینم.
آرزو میکردم یه بار دیگه صدای تو رو بشنم. حبیب، تو برای همیشه شوهر من، چه تو این دنیا باشی چه نباشی. باز من به هیچ مردی جز تو فکر نمی کنم. البته اگه تو زن کوری مثل منو قبول داشته باشی. ستاره، میتونستی منو ببینی، ببینی که من حبیب صادق نیستم. این تو هستی که باید منو قبول داشته باشی. من تو رو چشمام میذارم، تو سرور منی، شوهر منی، آقای منی، حبیب منی، حبیب.